اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. آیه 43 سوره اعراف: و آنچه در دل کینه و حسد دارند از دلشان بیرون می کنیم، در آنجا نهرها جاری است و می گویند ستایش خاص خدای را که ما را هدایت فرمود، و اگر خدا ما را هدایت نمی کرد ما را نمی یافتیم. مسلماً فرستادگان پروردگار ما راست می گفتند. خطاب می رسد این بهشت را در برابر اعمالی که انجام می دادید به ارث بردید. اهل بهشت دوزخیان را صدا می کنند، می گویند ما آنچه را که پروردگارمان برای ما وعده فرموده بود همه را حق یافتیم. آیا شما نیز آنچه را که پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید؟ دوزخیان می گویند بلی، آنها را حق یافتیم. در این هنگام ندادهندهی در میان آنان ندا سر می دهد که لعنت خدا بر ستمکاران باد، بر آن کسانی که مردم را از راه خدا باز می داشتند و با تبلیغات مسموم کننده، خودشون تو پرانتز نوشتند، می خواستند آن را نادرست و نارسا نشان دهند و منکر آخرت بودند و در حد واصل اهل بهشت و دوزخیان حائل و مانعی وجود دارد و بر بلندی های اطراف مردانی هستند که همه آنها را از سیمایشان می شود شناخت. این مأمورین که حد و واصل بهشت و دوزخ قرار گرفتند اهل بهشت را صدا کرده و می گویند سلام بر شما، در حالی که اهل بهشت هنوز داخل بهشت نشده اند ولی امید آن را دارند، و هنگامی که چشم بهشتیان به دوزخیان می افتد می گویند پروردگارا ما را با گروه ستمکاران قرار مده. و اهل اعراف نگهبانان اطراف مردانی را که آنها را از سیمایشان می شناسند صدا می کنند و می گویند دیدید که جمع آوری مال و تکبر و غرورتان برای شما سودی نبخشید؟ آیا اهل بهشت همانها نیستند که شما سوگند یاد می کردید که رحمت خدا هرگز شامل آنان نخواهد شد؟ به اهل بهشت خطاب می رسد داخل بهشت شوید، هیچ ترس و اندوهی برای شما نخواهد بود. اهل دوزخ بهشتیان را صدا می زنند که محبت کنید، قدری آب خنک یا از آنچه خدا برای شما روزی داده به ما احسان کنید. اهل بهشت می گویند خدا آنها را بر کافران حرام کرده است. آنان که دین و ایمانشان را بازیچه خود قرار دادند، مال و ثروت و زندگی دنیا آنها را مغرور ساخت و فریبشان داد. امروز ما هم آنها را فراموش می کنیم، بدان سان که آنها دیدار چنین روزی را از یاد بردند و آیات ما را دروغ انگاشتند. ما کتابی بر آنان فرستادیم و با آگاهی کامل آن را شرح دادیم که این کتاب وسیله و هدایت و رحمت
برای جماعتی است که ایمان می آورند. آیا آنها انتظار دارند که سرانجام وعد وعید خدا را مشاهده کنند؟ روزی که این امر تحقق یابد، کسانی که آن را فراموش کردند خواهند گفت: در حقیقت فرستادگان پروردگار ما برای هدایت ما آمدند، ولی ما آنچه را مورد تکذیب قرار دادیم، آیا امروز شفیعانی برای ما خواهند بود که از ما شفاعت کنند، یا امکان این هست که به دنیا بازگردیم تا اعمالی غیر از آنچه انجام می دادیم به عمل آوریم؟ ولی آنان به خودشان ضرر زدند و آنچه را که افترا می بستند همگی از آنان دور و ناپدید می شوند. معبودانی که ساخته و پرداخته خودشان بود همگی از آنان دور و ناپدید می شوند. پروردگار شما خدایی است که آسمانها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس به تدبیر امور جهان هستی پرداخت. شب روز را که شتابان به دنبال آن است می پوشاند و خورشید و ماه و ستارگان تحت فرمانند. آگاه باشید که تمام آفرینش و تدبیر امور از اوست، برتر و والاست، خدایی که پروردگار جهانیان است. پروردگارتان را با تضرع و فروتنی بخوانید و از حد نگذرید، زیرا خدا تجاوزگران را هرگز دوست نمی دارد و در زمین از پس اصلاح آن فساد ایجاد نکنید و خدا را با بیم و امید بخوانید و بدانید که رحمت خدا بر بندگان نیکوکار بسیار نزدیک است. او خدایی است که بادها را پیشرو باران رحمتش بشارت دهنده می‌فرستد تا زمانی که ابرهای سنگین حامل باران را حمل کنند، که ابرهای سنگین حامل باران را حمل کنند و آن را به سرزمین موات میرسانیم و با آن آب میفرستیم و به وسیله آن از هر گونه محصولات از خاک تیره بیرون میآوریم، بدین سان که زمین موات را زنده کردیم، روز قیامت مردگان را بیرون می آوریم. باشد که شما متذکر شوید و پند گیرید. و در سرزمین پاک روییدنی ها به امر پروردگارشان می رویند، اما در سرزمین های بی حاصل شورزار جز اندکی گیاه بی ارزش نمی روید. بدین سان ما آیات خود را برای جماعتی که شکرگزار هستند شرح می دهیم. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. او گفت: ای جماعت، تنها خدا را پرستش کنید که برای شما هیچ معبودی جز او نیست. من برای شما از عذاب روز بزرگ می ترسم. بزرگان قوم او گفتند: ما تو را در گمراهی آشکار می بینیم. نوح گفت: ای جماعت، هیچ گونه گمراهی و دروغ در من نیست و من فرستاده پروردگار جهانیانم. پیام پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم و من خیرخواه شما هستم. از خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. آیا تعجب می کنید از این که
احکام پروردگارتان توسط مردی از میان شما برای شما برسد که از عذاب دوزخ بیمتان دهد تا خدا ترس و پرهیزکار شوید و مورد رحمت حق قرار گیرید، سرانجام او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند نجات دادیم و آنها که آیات ما را تکذیب کردند غرقشان کردیم، زیرا آنان جماعتی نابینا و کوردل بودند. و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. هود گفت: ای جماعت، تنها خدا را پرستش کنید که برای شما هیچ معبودی جز او نیست. آیا پرهیزکاری پیشه نمی کنید؟ بزرگان قوم او کافر بودند. گفتند: ما تو را در سفاهت و بیخردی می بینیم و تو را از دروغگویان می پنداریم. هود گفت: ای جماعت، هیچ گونه سفاهتی در من نیست و من فرستاده پروردگار جهانیانم. پیام پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم و من خیرخواه امینی برای شما هستم. آیا تعجب می کنید از اینکه احکام پروردگارتان توسط مردی از میان شما برای شما برسد که از عذاب دوزخ بیمتان دهد؟ و به یاد آورید زمانی را که شما را جانشین قوم نوح قرار داد و شما را از نظر خلقت، تولید و تناسل گسترش داد. پس نعمتهای خدا را که به شما بخشیده است به یاد آورید، باشد که پرهیزکار شوید، باشد که رستگار شوید. گفتند: آیا به سراغ ما آمده ای که فقط خدای یکتا را بپرستیم و آنچه را که نیاکان ما می پرستیدند رها کنیم؟ اگر راست میگویی از آنچه ما را میترسانی و ما را تهدید میکنی بیاور. هود گفت: قهر و غضب پروردگار شما را فرا گرفته. آیا با من درباره نامهایی مجادله و مناقشه میکنید که شما و نیاکان شما را معبودان خود نامگذاری کردید؟ در حالی که خدا هیچ گونه دلیل و حجتی در مورد آنها نفرستاده است، بنابراین شما منتظر عواقب وخیم اعمالتان باشید. من هم با شما منتظرم. سرانجام او و کسانی را که با او بودند با رحمت خود رهایی بخشیدیم و نسل کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند و ایمان نیاوردند قطع کردیم. به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. صالح گفت: ای جماعت، تنها خدا را بپرستید که برای شما هیچ معبودی جز او نیست. دلایل روشن از سوی پروردگارتان برای شما آمده است. این ناقه شتر ماده خدا برای شما نشانه است. بگذارید در زمین خدا بچرد و آسیبی به او نرسانید که عذابی بس دردناک شما را فرا خواهد گرفت.